بحران بدهی‌ها در ایتالیا وضع اقتصادی این کشور را به مرز هشدار رسانده است. در پی ادامه اوضاع نابسامان اقتصادی در ایتالیا و به ویژه افزایش روزافزون بدهی‌های دولتی در این کشور، مؤسسه بین‌المللی اعتبارسنجی فیچ دورنمای اقتصادی این کشور را از با ثبات به منفی کاهش داد. بر اساس ارزیابی مؤسسه فیچ، میزان بدهی عمومی ایتالیا بسیار بالاست و به همین دلیل این کشور بیش از گذشته در معرض شوک اقتصادی قرار دارد. هم اکنون بدهی دولتی ایتالیا به بیش از 2300 میلیارد یورو رسیده که برابر با 135% تولید ناخالص ملیه و همین مسئله وضع اقتصادی کشور رو شکننده کرده. در همین حال شهروندان ایتالیایی نگران آینده اقتصادی کشورشان هستند. وضعیت اقتصادی ایتالیا هم اکنون دچار آشفتگی است، چرا که صحنه سیاسی کشور ما آشفته و نامشخص است. دولت جدید ایتالیا هنوز در صحنه بین الملل ناشناخته است و وجود مواضع ضد اروپایی همراه با اختلافات سیاسی بین احزاب مؤتلفه دولتی دورنمای اقتصاد ما را تیره کرده است. به گفته کارشناسان مؤسسه اعتباری فیچ، تناقض در هزینه بالای اجرای برنامه‌های دولت ایتالیا و همزمان کاهش بدهی عمومی کشور یک عامل ریسک دیگر برای اقتصاد ایتالیا محسوب می‌شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز هفته گذشته اعلام کرد ایتالیا در میان 7 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 7 تنها کشوری است که با کند شدن رشد اقتصادی روبرو شده است. حمید معصومی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.